دوستان سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که خوب باشید. از شبکه تلویزیونی ای ام جی در خدمت شما عزیزان هستیم. در مراسم اکران خصوصی فیلم جناب آقای عارف محمدی هستیم، آواز خدا، با ما باشید. خب دوستان، همونطور که خدمتتون عرض کردیم، در مراسم اکران خصوصی آخرین فیلم آقای عارف محمدی هستیم. در حال حاضر هم من در خدمت ایشون هستم و می‌خوایم یه گزارش کوتاهی با ایشون داشته باشیم. آقای عارف محمدی، خسته نباشید و مرسی از اینکه دعوت ما رو برای مصاحبه پذیرفتید. متشکرم از اینکه زحمت کشیدید برای این گفتگو اومدین. از تمام تماشاگران تلویزیون AMG هم سپاسگزارم که ساپورت میکنند کار سخت این تلویزیون رو، و امیدوارم که کار شما ادامه داشته باشه به خوبی و خوشی. در خیلی متشکرم. در مورد فیلم آواز خدا، همونجور که شاید قبلا خونده باشید، فیلم در مورد پیرترین تنبورنواز ایرانه که در 120 سالگی فوت کرد. اما در واقع این مستند به بهانه زندگی این تنبورنواز پیر یک سیر و سلوکی رو، یک جرنی هست، آغاز میکنه که خود من به عنوان فیلمساز از تورنتو به تهران میرم و یکی از هفت نوه این تنبورنواز رو پیدا میکنم و یک سفری رو از تهران آغاز میکنیم به کرمانشاه به طور جاده‌ای. و در طول این فیلم و در طول این سفر، تماشاگر با یک شخصیتی به نام تنبور آشنا میشه که این ساز در واقع در این فیلم، در طول این داستان فیلم، گریزی میزنه به یک فرهنگ و تمدن 7000 ساله در تاریخ ایران و از دل این تمدن و فرهنگ اسطوره ها و روایت های اسطوره‌ای بیرون میان و ما با یک تمدن و یک فرهنگ غنی به واسطه یک تنبور آشنا میشیم. یکی از زیباترین فیلم هایی که من دیدم، از صحنه به صحنهش من لذت بردم، چند بارم اشکم در اومد، فوق العاده است. آقای عارف محمدی من بسیار دوست دارم و امیدوارم که کارهای بهتر و بیشتری انجام بدن، اما واقعا فیلم زیباست. امیدوارم هیچ کس میس نکنه دیدن این فیلم رو از دست ندید. خب از دید یه موزیسین دارم اینو نگاه میکنم، به نظر من فوق‌العاده بود، خیلی کار حرفه‌ای بودش، خیلی قشنگ بود، یعنی اصلا جای نقص نداشت، خیلی خیلی حرفه‌ای بود. خود عارف عزیزم اول فیلم گفتش که ما چقدر غنی هستیم از نظر فرهنگ و از نظر، واقعا به نظر من نگاه که میکردم بی نظیر بود، نظرم فوق العاده زیبا بود. حالا فیلم خیلی خوبی بود، من که خیلی لذت بردم، روش تحقیق شده بود، کار شده بود و جای اینجور فیلم ها خیلی خالیه تو ایران و شناخت خود من و نسبت به یارسان و نسبت به تنبور اینا افزایش داد و تبریک میگم به عارف محمدی و گروهش که تونست از پس این کار دشوار بر بیاد. من یک دوست موسیقیدانی دارم در ایران که ایشون سالها در حوزه موسیقی اقوام تحقیق و تفحص داشته، پژوهش داده، کتابهای زیادی داره و یک بار ایشون بعد از فیلم بازماندی از ماگادان که دیده بود و خوشش اومده بود، به من توصیه کرد که یک شخصیت خیلی جذاب و خوبی هست، 120 سالشه، تنبورزن، پیرترین تنبورنواز ایران، بیا از این یه فیلم بساز. من تا بخوام مهیا بشم، به قول معروف خودم رو آماده کنم برای رفتن به ایران، متاسفانه ایشون فوت کردن. اما یک دلیلی شد من دوباره رجعتی کنم به این ساز
تنبور که در واقع چرا برای این پیرمرد تنبورنواز و پیروانشون که یارسان هستن چرا این ساز مقدسه؟ و این بهانه شد که همونطور که اول گفتم بریم به سمت یک جستجو، یک تحقیق در دل این فرهنگ غنی. Here with me is Mr. Sims, the associate professor of University of York. Mr. Sims, how did you find the film, especially because of the fact that you play tambour yourself and you are a musician as well as a university professor? How did you like the film? It was fantastic. It was a beautiful film, very informative, very inspiring, beautiful music, insights that I didn't know about the instrument, and I think it really got to the roots of why this music is so special. I feel that when I'm playing it, and I know I'm thinking about these things some of the time, but he put his finger on a lot of aspects that are that you can feel, but are that he explicated and made quite clear. ببینید این فیلم واقعا یه چیزی بالاتر از نظر من بود. چرا؟ چون در مورد در اصل موسیقی بود، یک موسیقی که از یک سازی به نام تنبور بود که این تنبور در بیش از 7000 سال شاید سابقه ای داشته، که این تنبور به نوعی رگه های مذهبی نزدیکی انسان رو به حقیقت در بین اون آدم هایی که میبینیم در اون شرایط زندگی میکردن به وجود آورده. چرا؟ چون به نوعی صدای این تنبور برای این آدم ها شاید صدای شنیدنی شده خدا میتونه باشه و ما همیشه از خدا میگیم بدونی که صداش رو بشنویم. اما وقتی شما به یک هنر معتقدید، وقتی شما به یک سازی اینقدر معتقدید، وقتی با این ساز پرواز میکنید، با این ساز رویاتون به جامعه عمل پیونده، خب اون صدای خداست. برای اینکه شما هیچ کمک مادی ازش نمیگیرین جز اینکه روحتون به پرواز در بیاد، و پرواز روح یعنی که انسان به یک عالم حقیقتی نزدیکتر میشه. خب دوستان، در خدمت آقای علی جانپور هستیم، مینیاتوریست محترم فیلمی که الان دیدیم، فیلم آواز خدا. میشه بفرمایید حالا که فیلمو دیدیم به صورت کامل نظرتون چی هست راجع به فیلم، چطور در اومده؟ والا بسیار فیلم خوب و پر از احساس بود و خیلی چیزا که من راجع به تنبور نمیدونستم واقعا در این فیلم البته متوجه شدم. البته قبلا عارف جان به من فرموده بودن که به هر حال برای این ساز چه پیشینه بزرگی وجود داره و چه قدمتی هست، ولی خب همینقدر که رنگ و حال خدا رو داشت و صدای خدا بود، من فکر میکنم که اثرگذاریش بیشتر بود. و من خیلی کیف کردم که دیدم در اون سرزمین بسیار زیبا که به هر حال به نام ایران هست، در اون قصه در اون قسمت کرد و کرماش، کرد نشین کرماشا بود لرستان، و چقدر زیبا این ساز عجین شده بود با اون محیط بسیار زیبایی که فیلمبرداری شده بود، و من احساس کردم که حقیقتا خدا رو میشه در همون طبیعت بکری که خودش ساخته میشه پیدا کرد. ببینید این تازه اول کاره و این اولین قدمه. این اکران خصوصی بیشتر برای به دوستان و چهرهای هنری، فرهنگی و برخی از میدیای اینجا بوده و قرار است که به زودی با پخش کننده که صحبت کردیم، به زودی این فیلم در ماهای آینده بعد از اینکه فستیوال ها رو که قرار است شرکت بکنه طی بکنه به پخش عمومی خواهد رسید. به قول خودش هنوز این شروع کاره و میتونه این کار ادامه پیدا بکنه. به نظر من راهگشا میتونه بشه برای علاقمندان به سینمای داکیومنتری. Do you think that this film can be the first step of introducing Iranian music to the world, to the culture, Western culture, to the Canadian culture? A lot of people are familiar with the classical music, so particularly here in Toronto. I've seen it grow from the 1990s to just Iranian audiences to increasing number of Canadians coming to hear, you know, the famous Alizadeh and Shajarian and all the great masters. This music's different though, and the film shows why it's different. I know a lot of people who are interested, non-Iranians who are interested in this music, but it doesn't have the profile of the classical music. And yes, I think this film can be a real catalyst for getting the message out there. And these beautiful performances, the film flows really nicely between information and getting the atmosphere. And
beautiful images and going to sahne and all these important places for the music. He did an amazing job in 1 hour to cover all that territory. So yeah, I think it's a great way for people to, even if they've never heard of the music, for the first time to hear it, or someone like myself who's been spending a long time with it, it was very satisfying to watch as well. من به عارف محمدی تبریک میگم که زحمت کشیده و این فیلم رو ساخته هرچند بار مالی و استفاده مالی براش نخواهد داشت هرچند بخشی از زندگیش رو گذاشته اما واقعا اگر کسانی که در اینجا هستند و در این فیلم به عنوان حالا اسمشون به عنوان حالا بخشی از کمک آمده اینا باید بدونن شاید 100 سال دیگه ویلاهایی که اینا ساختن یا رستورانهایی که اینا ساختن دیگه به نام اینها هم نباشه اما اسمشون در تیتراژ این فیلم ماندگار خواهد بود حمایت کنیم از اینجور فیلمسازان مستقل من هم لذت بردم و هم به آقای عارف محمدی تبریک میگم و هم که احساس سبکی میکنم الان که با شما صحبت میکنم خدا رو تو چارچوب ساختمانهای بلند نمیشه پیدا کرد همینی که عارف جان ساخته هم حس خدا رو من دیدم در این فیلم یعنی در حقیقت حسی که ما نسبت به خدا داریم و همین سازی که تونسته این فیلم رو به این زیبایی و با این لطافت نشون بده به ما که حقیقتاً کیف کنه خیلی فیلم با احساسه بود اتفاقاً من داشتم با یه دوستی صحبت میکردم یکی از دلایلی که من از این فیلم خیلی خوشم میاد اینه که معمولاً فیلم های داکیومنتر یه خود حالت تدریسی دارن و ولی این کار خیلی به نظر من هم سرگرم کننده بود هم تدریس میکرد هم یه روح فوق‌العاده‌ای داشت یعنی این موسیقی تنبور نوازان در شکل گروهی واقعا خیلی شورانگیز بود من خیلی از این کار لذت بردم و فکر میکنم عارف محمدی یه کار بسیار زیبایی که کرده اینه که مثلا فرض کنید در مورد موسیقی نرفته یه فیلم داکیومنتری بسازه بلکه در مورد یک وسیله یک ساز اسطوره‌ای جهان رفته اینو از ته معدنی در آورده به ما داره نشون میده که اگر این او این کارو نمیکرد من هرگز نمیتونستم به ریشه های تنبور و تنبور نوازی و اون عرفانی که پشت این قضیه است پی ببرم بنابراین این کار بسیار موفق و خوبی کرده در درجه اول میخواستم از همه دست اندرکاران فیلم تشکر بکنم شخصا رسالت هنر و رسالت فیلم و سینما رو میدونم که یک بخشی رو بخواد تغییر بده و خیلی خوشحالم وقتی که وارد فضایی میشم و وقتی میام بیرون داستانی فکری ذهنی نوع ایده جدیدی در ذهن من یا در ذهن خیلی از آدمایی که مخاطب این کار بودن شکل گرفته و به نظر من که مجموعه از چیزهای خوب بود که در این کار دیدیم مجموعه از معنا تصاویر زیبا موسیقی زیبا و نشانگر یک فرهنگ خیلی قدیمی و در واقع کهن و جا داره که از کارگردان فیلم و از دست اندرکارای فیلم خیلی تشکر بکنم چون واقعا لذت بردم فیلم بسیار خوبی بود یه پیامی داشت توش که من سالهاست دارم راجعش صحبت میکنم اینکه موسیقی میتونه شما رو از این دنیا خارج کنه و به یه دنیای دیگه ببره بدون اینکه شما اصلا احتیاج به می داشته باشید احتیاج به مثلا یه اتفاق عجیب غریبی داشته باشین میتونین با روح موسیقی از این دنیا خارج شین این پیام بسیار خوبی بود که به نظر من فیلم داشت و حتی من دیدم که کسانی که اهل تئاتر موسیقی سینما نیستن و به عنوان تماشاگر در این سالن حضور داشتن اون لحظه رو حس کردن جدا شدن رفتن با فیلم همراه شدن و این خیلی اتفاق خوبی بود که به نظر من پیام خوبی و اتفاق خوبی بود که این فیلم داشت در آینده چه برنامه‌ای برای چه مستنداتی دارین؟ اجازت من چون کارم فقط مستندسازی نیست ما یه برحال گروه هنری داریم گروه هنری موج نو در واقع ما در کنار اینها ایونت های زیادی میگذاریم بستگی به زمان و موضوعش داره حالا فقط صرفا این فیلم نیست من در کنار این باید حتما یه سری از این ایونت ها رو هم برگزار کنم ولی الان در واقع حضور ذهن ندارم که کدوم رو پیش بیاد که انجام بدیم در آینده انشاءالله اعلام میکنیم کسایی که مایل باشن توی فیسبوک گروه نیو ویو آرتیستیک گروپ میتونن فالو کنن دنبال کنن اخبار ایونت های ما رو فقط رسالت سینما هم نیست رسالت هنر اینه
به نظر شخص من، مخصوصا سینما و تئاتر که خودم فکر میکنم وقتی وارد سالن بشم بیام بیرون باید یک نوع دیگه ای فکر کنم و فیلم تاثیرگذار قاعدتا این پیام رو خواهد داشت برای دیگران که به نوع دیگه ای به دنیا نگاه بکنن و باعث بشه که زندگی هممون تغییر بکنه. من هنوز دیالوگ آخر فیلم توی گوشم هست و امیدوارم که اون روز فرا برسه. خب فکر میکنی این اتفاقات خوشایند ساخت فیلم ها و تولیدات هنری به این شکل باز هم در آینده اتفاق بیفته؟ اتفاقا من میخواستم از صاحبان مشاغل تشکر کنم که نه تنها همیشه حمایت میکنن بلکه یه حالت یه سیستم به قول معروف ارگانایز شده که میان خودشون پیگیر هستن و میان و هنرمندا رو حمایت میکنن و متوجه شدن که هنر لازمه زندگیه و من فکر میکنم که این اتفاق با وجود این دوستانی که هستن و وجود بچهای هنرمندی که مهاجرت کردن حتما خواهد افتاد و تکرار خواهد شد. خب دوستان، بعد از پایان اکران خصوصی فیلم آواز خدا همچنان در خدمت جناب آقای عارف محمدی هستیم. آقای محمدی، ما با دوستان زیادی صحبت کردیم، همه خیلی فیلمو دوست داشتن و واقعا تحت تاثیر فیلم قرار گرفته بودن. نظر شما چی از استقبال مردم و فیدبک هایی که میگرفتید؟ خیلی ممنون از شما که تا آخر فیلم هم موندین، دوباره دارین گزارش تهیه میکنین. من حقیقتش دیگه فیدبک ها رو همونجوری که میومدن لطف داشتن و خیلی ها تحت تاثیر بودن. خیلی خوشحالم که فیلم رو دوست داشتن. امیدوارم حداقل یه تاثیر کوتاهی کمی حداقلی هم که داشته باشه یه رجعتی باشه به همونجوری که گفتم این فرهنگ غنی ما که پر از معناست و در این روزگاری که بی‌معنایی بیداد میکنه ما بتونیم برگردیم به اون فرهنگ معنادار خودمون. مستندکار سختیه و خب مسلماً از لحاظ جذب تماشاگر هم دشوارتره. برای خیلی اسم مستند میاد خیلی تمایلی به دیدنش ندارن تا یه فیلم داستانی. من تو دوتا کارم، یک کار قبلی و اینم، تلاشم این بوده که یه پلی بزنم بین تماشاگر عام و تماشاگر خاص، یعنی هر دو به یک اندازه بتونن جذب کار بشن، بتونن ازش استفاده بکنن و خسته نشن. این هدفم بوده، حالا چقدر موفق بودم رو اونها باید بگم. متشکرم، حتما موفق بودید. آرزو دارم که باز هم موفق باشید در آینده با فیلم های بیشتر. خیلی متشکرم، شبتون بخیر. مرسی، متشکرم از شما. تلویزیون AMG هم تشکر میکنم. متشکرم.